این رو توجه داشته باشید که این من جزئی که الان شبستری داشت میگفت، یعنی داشت میگفت این من مثل یک پاره ای از نوره که از یک سراجی از یک چراغی مشتق شده، یک در واقع این توی سیر نزولی اصطلاحاً میگن توی مرحله جدا شدن چیزها از حق قرار میگیره. یه اشاره دیگه هم این که اینو قبلا هم البته گفتم ولی الان اینجا می اشاره کنم، این نگرش بعدا خیلی تحت تاثیر ابن عربی پیکربندی شد، لاهیجی هم پیرو ابن عربیه، منتها شبستری به نظرم یه خود متفاوت، البته اونم متاثر از ابن عربی و خب اینا هر کدومشون دو سه قرن بعد ابن عربی اومدن، متاثرن، مال ایران غربی هم بوده شبستری، یعنی تبریز و چیز در واقع قونیه و دمشق که در واقع جایگاه مولانا بوده و ابن عربی بوده و شبستری بوده، اینا خیلی وصل بودن به هم دیگه قدیم، مثلا الان سه تا کشور فرنگی ها نیومده بودن مرز بکشن بینش و اینا خیلی از هم دیگه تاثیر میپذیرفتن. ابن عربی میگفتش که جدا شدن موجودات از حق، حق مطلق، یعنی آفرینش چیزها، یعنی تعین، یعنی مرزبندی شدن چیزهایی که از هستی مطلق دارن سرچشمه میگیرن، میگفت شبیه جدا شدن حروف الفبا از صداست و شبیه جدا شدن حروف از شکل گرفتن حروف بر صفحه کاغذ هستن و اون لوح محفوظ اینطوری توی فتوحات مکیه میگه لوح محفوظ دنیاست و آنچه شما میبینید نوشته هایی بر لوح محفوظه، یعنی هستندگان کلماتی هن بر لوح محفوظی، نگاه خیلی در واقع شبیه حرفایی که پسا مدرنای الان میزنن. بعد میگه که این روند قدم به قدم متعین شدن چیزها، یعنی مثلا اول شما در یه گامی میگید یه چیز جانوره، بعد میگید این جانور چهار تا پا داره، بعد میگید این جانور خونگرمه، بعد میگید پستان داره، بعد میگید اسبه، مثلا میگه این بعد میگه این اسبه مثلا شبدیزه، یه دونه اسب خاصه. این مسیر تعین پیدا کردن گام به گام رو بهش میگه مسیر نزولی یا هبوط، میگه اصلا هبوط اینه، هبوط قدم به قدم فاصله گرفتن از هستی مطلقه، هستی مطلق نامتعینه، معلوم نیست چی هستن، کوی کلیت در هم بر هم است، منتها تعین پیدا میکنه و تعین که پیدا میکنه صعود، ببخشید نزول پیدا میکنه، فرو میفته، هبوط پیدا میکنه، بعد به انسان منتهی میشه دیگه. حالا انسان جاندار که ما باقی فرضش میکنیم، فکر میکنیم زنده است، نقطه عطف این مسیر نزولیه، یعنی آدم هم مثل اسب، مثل شبدیز، هر چه میدونم فرهادی و اکبری و شروینی مثل شبدیز و مثل نمیدونم فلان درخت و مثل فلان سنگ، نقطه پایانی یک فرایند نزولن، یک فرایند تعینن. منتها میگه بین همه اینا انسان، میگه هر کدوم از اینا هم تجلی یکی از نامهای خداونده، ابن عربی حالا اینو میگه، یعنی مثلا یه چیزیه که علامت قیومه، یه چیزیه که علامت رحیمه، یه چیزیه که علامت مثلا چه میدونم از اون طرف خشمگینه، مثلا خداوند خشمگینم هست دیگه، و هر کدوم از اینا علامت یکی از این صفاتن، مثلا کژدم علامت صفات غضبانی خداوند، خشمگینه، نیش میزنه، یا مار همچنین، منتها مثلا سگ یا گربه علامت مثلا چیزای رحمانی هن، نیکن، خوشایندن. بعد جالب اینه که میگه فقط انسان بین همه اینا که جامع همه نامهای خداونده، این همون مفهوم جامع بودن انسان و اینه که انسان کل هستی رو در خودش منعکس میکنه. ابن عربی میگه انعکاس کل هستی در انسان، یعنی جهان اصغر بودن انسان، بدان معناست که انسان همه نامهای خداوند رو تو خودش داره، یعنی انسان جامع در واقع اسماء الهیه، یا به عبارتی سر الاسرار، اون اسم اعظم آدمه، اصلا انسانه. بعد انسان چون اینجوریه میتونه به سمت حق حرکت کنه، میتونه قدم به قدم تعیین خودش حالا از دست بده، منتها این تعیینی که از دست میده همچنان همون آدم است، ولی دلبستگی هاش رو بگیتی از دست میده. اینو بهش میگن سیر سعودی، یعنی حالا برعکس اون مسیر رو طی میکنه تا تمام تعیین خودش رو از دست میده و به خداوند میرسه و در خداوند جذب میشه و این فنای فلاه. بنابراین فنا به معنی مرگ نیست، برخلاف نگرش بودایی، تو نگرش بودایی نیروانه تقریبا یعنی مرگ، یعنی عدم، نیستی،
منتها توی نگرش عرفان صوفیانه فنا به معنی نیستی نیست، فنا به معنی هستی مطلقه، اتفاقا فنا به معنی عدم شدن تعینه، به معنای فرو افتادن تعینه. و یه چیز خیلی جالب این که به بقای بعد فنا معتقد بودن عارفان خراسانی به ویژه، و بیشتر عارفان معتقد بودن من وقتی در خداوند ادغام شد، یعنی فنا رخ داد، فنای فلاح رخ داد، همچنان من هویت شخصی خودش رو حفظ میکنه و این غلبه اون نیروی حکمت مغانه است. یعنی اون حکمت مغانه بود که من رو آنچنان نیرومند میدونست که اونو هم وزن خداوند در نظر میگیره. و معتزلی هم همینو میگفتن دیگه، میگفتن اگه انسان اراده داره، اراده آزاد داریم، بنابراین باید مثل خداوند باشه و در عرض خداوند باید قرار بگیره، نه در طولش. اگر در طولش باشه در واقع یعنی اراده آزاد نداره، که خب اشعری ها میگفتن نداره به همین خاطر. و به لحاظ الهیاتی یک تا انگارانه تا یه حدودی حرف اشعری هم درست بود. یعنی شما اگه خداوند همه توانی که حالا شیطان هم جزوشه، همه چی جزوشه رو در نظر بگیرید، دیگه انسان اینقدر اهمیت نداره. منتها تو نگرش عرفانی دارم میگم که همپوشانی با رویکرد مغانی کهن شما میبینید. و توی این چارچوب فنای فلاح که عدم تعینه، با فرو ریختن آن تعینهایی که رخ داده بود، به معنی فرو ریختن هویت شخصی فرد نیست. چند بیت بسیار، دو بیت بسیار زیبا داره در ادامه که اینم من دلم نیاد نمیاد نگم. میگه، البته این یه مقدار بودایی این دو بیت ولی خیلی قشنگه، میگه ز خط وهمی های هویت به شکل هی توجه کنید. دو چشمی میشود در وقت رویت، نماند در میان ره روی راه، چو های هو شود ملحق به الله. ببین چه قشنگه این حرفش. میگه ببین هی، حالا ه چرا مهمه؟ ه به خاطر اینکه تو عربی او که اینقدر داره میگه من و تو و اینا، او میشه هو. هو در ضمن لقب خداوند هم هست، یعنی به خدا میگفتن هو، به آدم هم که میگن هو دیگه، فلانی هو. ه بنابراین علامت منه به تعبیری. میگه و فراوان این به کار رفته، یعنی کلمه هیچ که میگن اولش با ه شروع میشه یعنی منه دیگه، و خیلی از چیزای دیگه. یعنی مثلا آقای تناولی هیچایی که درست کرده، نمیدونم میدونسته این رو یا نه، ولی خیلی خیلی میشینه روی این چارچوب پیوند میان من و هو و حرف ها توی نگرش حروفیه و ابن عربی و اول کلمه هیچ، اون هی دو چشم. میگه ز خط وهمی های وهمیه های هویت. خط وهمی یه جور خطه، ببینید تو خوشنویسی یه جور خط بوده، بهش گفتن خط قبار که بیدل مثلا خیلی اشاره میکنه، خیلی ریزه. یه خط دیگه دارین خط وهمی بهش میگن، خیلی نازکه خطش، یه جور خوشنویسی خیلی نازک مینوشتن. میگه ز خط وهمی های هویت، میگه تو هویت یعنی هو بودن، یعنی او بودن، تشخص. اون هی که اولش میبینی با خط وهمی نوشته شده، با یه خط خیلی نازک نوشته شده. منتها میگه با این وجود چون اول اومده این هویت، این تشخص ابتدای کار اومده، هی اومده اولش، دو چشمیه، احوله، لوچه، دوتایی میبینه. دو چشمی میشود در وقت رویت، هی دو چشم میشه، اصلا کلمه هی دو چشم به اینجا مربوطه. نماند در میان ره روی راه، میگه اگه سالک باشی تو راه بخوای بری نمیمونی تو راه. سالک در سلوک تعریف میشه نه در مسلک، یعنی کسی که ره روی با راهش تعیین نمیشه، با پیمودن اون راه تعیین میشه. و این خیلی مهمه، یعنی آدمایی که با راهشون تعیین میشن اصلا ره رو نیستن. یعنی یه نفر اگه بگه من مثلا تجلی فرقه فلانه، من تجلی مذهب فلانه، مذهب یعنی جایی که توش راه میری دیگه، محل ذهبه، من نماینده طریقت فلانم، یعنی طرق دیگه، یعنی راهها، طریقت یعنی راه. میگه اگه من نماینده یه راهی باشم یعنی اون راهو طی نکردم، من موقعی طی میکنمش که دیگه توی راه نباشم، رد شم از توی اون راه. اگه رد شم اون هویته، اون هه میره به آخر، میره به پایان میچسبه، و در پایان مثل هی الله دیگه چشم نداره. همون هیاسا، همون هی که دو چشمی بود، منتها اول جاش موقعی که اول هویت بود دو چشمی بود، آخرش که اومد خدا شده دیگه، ته خداست، اللهه.
و دیگه چشم نداره، چو هایهو شود ملحق به الله. و خب خیلی زیبا و دیدنیه این تصویری که به دست میده.